توجهتان را به قسمت دوم گفتگو با آقای احمد رضایی جلب می‌کنم. آقای رضایی، صحبت از ترور کردین. در ایام اخیر در ایران می‌دونین قتل‌های رخ داده، قتل‌های سیاسی، چندین نفر از رهبران اپوزیسیون به طرز فجیع کشته شدند، نویسندگان، روشنفکران. و در داخل ایران وزارت اطلاعات اعلامیه‌ای صادر کرد روز 5 ژانویه و گفت که 10 نفر از کارمندانش رو دستگیر کرده، به علتی که اینا دست داشتن در این قتل‌ها و اینها کارمندان کج‌اندیش بودند و ربطی با دستگاه حاکمه ندارن و خودسرانه عمل کردن. نظر شما درباره این تحولات اخیر ایران چیه؟ تمام این ترورها و تمام حرکات و تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته همه در دفتر خامنه‌ای تصمیم گیری میشه در موردش، حتی کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشون هستش که تصمیم میگیره با مشورت آقای هاشمی رفسنجانی و در مورد آقای فروهر، در مورد آقای مختاری، در مورد سایر کسانی که به قتل رسیدن با نظر مثبت خودشون بوده و دستور خودشون بوده که اینها رو به یک شکلی بکشند و بعدن اینو بندازن گردن یک سری آدم‌های کج‌اندیش یا تندرو که به یک شکلی از گردن خودشون این موضوع آزاد بشه، در حالی که تمام این افرادی که قاتلینی که برای این موضوع اقدام کردن همه اینا در دست این حکم شرعی داشتن، اجازه داشتن که اگر روزی اتفاقی هم براشون بیفته خودشون رو به کشورهای دیگه برسونن یا در همون ایران بتونن زندگی عادیشون داشته باشن، اما مخفیانه. و این به این شکل نبوده که یه عده مخالف باشن یا یه عده موافق باشن، نه، این سیستم جمهوری اسلامی هست که کاری خودش میکنه و بعد به یه شکل گردن یکی دیگه میندازه. به عنوان مثال میگه یک عده کج‌اندیش، به عنوان مثال میگه منافقین، میگوید اسرائیل، امریکا. این سیستم جمهوری اسلامی هست که با ذهن مردم بازی کنه، مغز مردم رو به شکلی شستشو بده و مردم به سمت کج و باطل هدایت بکنه. شما فکر میکنید پایان راه برای این تحولاتی که رخ داده چیه و این دستگیری که شده آیا افشاگری خواهند کرد یا اینکه مسئله مسکوت میمونه همونطور که تا حالا مونده؟ شاید افشاگری های مختصری بشه که همون که اون افشاگری های مختصر هم در جهت ادامه این کار باشه، یعنی به شکلی افشاگری بشه که اگر خوب در بین خودشون مخالفیت هست اون مخالفین رو باز به شکلی سرکوب بکنن، به این که افشاگری بشه به عنوان مثلا آقای خاتمی یه روزی بیاد بگه بله به فلان روز آقای خامنه‌ای دستور دادن که این کار رو بشه. به این افرادی همچین چیزی هیچ وقت صحت نداره، چرا که آقای خاتمی مسئولیت اینو داره که مخالفین جمهوری اسلامی رو به جمهوری اسلامی نشون بده تا اونها همین برنامه‌ای که سر این ایرانیان در آوردن باز در بیارن، یعنی مخالفین رو بشناسن، بدونن به عنوان مثال فلان آقای فروهر، آقای مختاری، این افراد فلان ایده ها رو دارن، بشناسن مخالفینشون کیه، اونها رو به همین شکل خیلی مخفیانه بکشن. آقای خامنه‌ای در نطقی که کردن در نماز جمعه گفتن که اینا روشنفکران درجه یک هم نبودن و این صحبت رو برانگیخت در میان جامعه ایرانی خارج از ایران که منظور ایشون چی بوده؟ یعنی چی روشنفکر درجه یک نبودن؟ یعنی اگه درجه یک می بودند ترور می شدن و چون درجه یک نبودند اینا ترور رسمی نشدند؟ منظور ایشون از روشنفکران درجه یک این بوده که ارزش برای جمهوری اسلامی نداشته که بیاد با اینا بخواد مخالفت بکنه. این به شکلی این معنی اینو میرسونه که این کار جمهوری اسلامی نیست، برای ما ارزش نداره که کسایی که در ما درجه یک نیستن ما بیایم بکشیم. این اگر درجه یک بودن این کار باز این ارزش رو شاید داشته که ما این کار بکنیم. آقای رضایی، بعد از مصاحبه‌ای که ما با شما داشتیم از سراسر ایران نامه‌ها و تلفن‌ها و فکس‌های فراوانی داشتیم که برای ما آمد و همه از ما می‌خواستن که از شما بخوایم که به افشاگری‌های خودتون ادامه بدین و بفرمایید که در پشت پرده این حکومت چی میگذره، چه اتفاقات مهمی در این 20 ساله رخ داده که مردم ایران از اون بیخبرن و باید بدونن. الان فرصتی که شما اگه فکر میکنید به خاطر دارین چند تا از این افشاگری ها رو همینجا، چند موردش رو همینجا بفرمایید. من خیلی خلاصه میتونم اینو بگم که هر چقدر افشاگری بخواد بشه تأثیری به حال و وضعیت ما نخواهد داشت، چون این آخوندها و این حکومت فعلی آنقدر پرروح هست که هر بلایی هم به سر مردم ایران در بیاره، به سر کشور ایران در بیاره، خیلی معمولی و مظلومانه از کنارش میگذره، خودش رو یک حکومت مظلوم میدونه
که سایر دنیا داره اون اذیت میکنه. و این حالا اگه من بگم به عنوان مثال در مرز آرژانتین و برزیل چه شهرک‌های آخوندها ساختن، چه پول‌های اونجا بردن، یا در جنوب تایلند در یکی از جزایر بنیاد مستضعفان چه مسائلی اونجا داره پیاده میکنه، یا کلاً چه پول‌هایی از ایران خارج شده، چه کارهایی دارن میکنن، این تأثیری به وضعیت نداره. یعنی مردم ایران خودشون همه چی رو میدونن، میدونن در زندان‌ها چه اتفاقی میفته، میدونن در زیرزمین اوین محلی هستش که وقتی قدم میزنی شما در خون قدم میزنید، اون را در اونجا آدم میکشن و شکنجه. اینو همه مردم میدونن، اینا تأثیری به حال ما و حال ما ایرانیان نداره. اون چیزی که مهم هست و همه میدونن اونم این هستش که این وضعیتی که ما ایرانیان داریم مربوط میشه به 1400 سال 1400 سال پیش که اعراب وارد ایران شدن و تمام کتاب ها و تمام تمدن ما را از بین بردن و گفتن که باید کتاب الله فقط باشه و سایر کتاب ها که کتاب های علمی و پیشرفت ایرانیان در اون روزها بودن همه را باطل کردن به دست سلمان فارسی. اون چیزی که الان در دل جوانان هست فقط بحث جمهوری اسلامی نیست، فقط بحث خمینی، خامنه‌ای و اینها نیست، بحث اسلام است. شاید 4 سال پیش 5 سال پیش برای جوانان فقط بحث جمهوری اسلامی بود، خیلی اعتقاد به اسلام داشتن، ولی امروز بحث از جمهوری اسلامی هم فراتر رفته، بحث به اسلام رسیده و حتی از اسلام هم فراتر به شکلی شده که اصلا هیچ جوانی هیچ علاقه به هیچ دینی نداره. همه جوانها خواهان یک حکومت دموکراسی همانند کشور آمریکا هستند، حکومتی که در اون مردم بر مردم حکومت داشته باشن، نه یک شخص، نه دیکتاتوری، نه شاهنشاهی، نه رهبری. و مردم ایران من مطمئنم که موفق خواهند بود، چرا که در این راه، در این سختی که کشیدن حتما خدا کمک خواهد کرد، چون به حال این سختی هایی که ما کشیدیم از نادانی نسل گذشته ماست، مشکلاتی که ما داریم از نادانی نسل گذشته ماست، از فریبی که به اونها دادن به وسیله اسم خدا، به وسیله اسم پیامبر، بس یه سری ترس و ابهاماتی که در دل مردم ایجاد کردن. به عنوان مثال یک دیو و یک خدایی ساختن ساختگی و همه رو از اون ترسوندن. آقای رضایی، به نادانی نسل گذشته اشاره کردید. یکی از تلفن‌هایی که چندی پیش از ایران داشتیم، یک شنونده جوانی میگفتن که این انقلاب توسط نسل قبلی انجام شده و ما الان دیگه این انقلاب رو قبول نداریم و باید یک رفراندومی بشه که از ما بپرسن که آیا ما میخواییم این انقلاب رو، میخواییم این حکومت رو یا نه. با توجه به اینکه الان نیمی از جمعیت ایران و جوانان زیر 30 سال تشکیل میدن و ایران داره یکی از جوانترین جمعیت‌های دنیاست، فکر میکنید این ایده تا چه حد میتونه ترویج پیدا کنه و پیاده بشه در ایران؟ خب این دوستی که تماس گرفتن یک نفر هستن، ایشون تماس گرفتن. همه ما جوان‌ها مثل هم فکر میکنیم، یعنی وقتی که یکی از ما با در جای صحبت میکنه نماینده سایر 30 میلیون هست، چون همه عقاید ما یکیه، تمام تصمیمات ما یکیه، ما با دل و روح و جانمون با هم صحبت میکنیم، با هم صحبت میکنیم. این راهیه که ما در زندگی استتاری یاد گرفتیم که خیلی مخفیانه با هم ارتباط داشته باشیم. و دقیقا همین چیزی که شما میفرمایید و این دوست عزیز من فرمودن، ما واقعا خسته شدیم از این و این واقعا اشتباه نسل گذشته بود. فکر میکرد نسل گذشته ما فکر میکرد که میتواند مثل اعراب زندگی کنند، یعنی فکر میکرد که 30 میلیونی ایران در اون موقع میتونه متعادل باشه با یک کشور 3 میلیونی 4 میلیونی مثلا عربستان یا کشورهای دیگه که نفت بیشتری هم حتی دارن. فکر میکردن میتونن هر کدوم عرب پولهای آنچنان داشته باشن، هر کدوم یک چاله نفت بزنن و شاه به عنوان مثلا حق اونها رو خورده. این تفکری بود که در ذهن اونها بود و خب فریبی بود که خمینی میداد. وقتی که خمینی در روز 12 بهمن وارد ایران شد و در بروس زهرای اونجا صحبت کرد، به همه مردم گفت، گفتش که شما نباید پول آب بدین، پول برق بدین، اصلا نباید شما مردم پولی بدید مملکتی که نفت دارین، نفت مال شماست. و با این مسائل با تزندیشی مردم در کنار این صحبت هایی که این آقایون کردن باعث شد که یک حرکت بسیار کج ساخته بشه به سوی ذلت ایرانی، به سوی از بین بردن نام ایران و ایرانی.